به نام خدا. مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار پی ام وی ورژن 8. اگه بخوام یه مدل ریاضی جدید بسازیم، اگه اینجا من برم به نوع فایل و نیو مدل رو بزنم، مثلا این مسیر بهش بدم درایو دی، اینجا تمپ، اینجا مثلا بسیار بزنم آ آ آ، اینو سیوش بکنم، یه مدل جدید اینجا ساخته میشه. برای اولین مرحله ما دقیقا ساخت مش هستش، مش سایزمون هستش. مثلا اگه من یه آپان 3 سفره‌ای داشته باشم، 3 لایه داشته باشم، اینجا باید 3 لایه رو بدم. مثلا متوسط ضخامت من از 50 تا و تعداد سطرهای من، تعداد سطرامو باید بیام توی جی آی اس، مثلا این شبکه مدلی که دارم و ببینم کجا مثلا این چوهای من قرار میگیره. مثلا این چوهای من اینجا باشه، مثلا منطقه مورد مطالعه من اگه اینجا باشه، مثلا بالفرض توی این منطقه مثلا بخوام کار کنم، توی این پولیگون، اینجا باید مختصات شروع دقیقت کار رو اینجا رو باید داشته باشم. بالفرض اگه اینجا رو مثلا مختصات شده داشته باشم، 230 و خوردی باشه، از اینجا مدل ریاضی من شروع میشه. این مختصات رو یادداشت میکنم، اینجا مثلا از 234-0، مثلا 230 یکم جلوتر، 234-0، بعد میاد اینجا x دقیقت یک من هستش و y من هست 36، مثلا 36 مثلا یکم میاد بالاتر، 36-21-22، 36-22-0. بعد از اینجا مثلا میاد عرض دقیقت طول مدل من هست 16 کیلومتر و اینجا UTMش هست 36-38. اینجا 36-38 رو مثلا چکار میکنم؟ یاد داشت میکنم. بعد به همین ترتیب برای به این به از این طرف هم همینطور، مثلا عرض مدل من هست مثلا 9 کیلومتر مثلا بالفرض و UTMش هم هست 36-29-30. این مختصات رو باید دقت داشته باشم و برای همین دقیقا یک شبکی رو اینجا باید بسازم که منطبق با همون باشه. مثلا اگه تعداد سطرهای من باشه، مثلا عرضی که گرفتم برای مدلم باشه 16 کیلومتر، 16 تا 250 میشه چقدر؟ 16 4 تا 16000 تقسیم بر 250 متر، این برابر میشه با 64 تا. تعداد سطرهای من میشه 64 تا و اینجا من چقدر رو گرفتم؟ دقیقا در 250 که ضرب کنم چقدر؟ 16 کیلومتر من 16-0 میشه. یه 16-0 باید درش نمیده. تعداد ستورهای من هست چقدر؟ 8 کیلومتر میشه دقیقا 32 تا و این هم میشه چقدر؟ 8000 تا. vertical exaggeration هم فعلا همین 20 باشه، اینا رو دست نمیزنیم و اینو چکار میکنیم؟ یه اوکی میزنیم. البته coordinate system رو هم اینجا چکار میکنم؟ میام اینجا براش تعریف میکنم. مثلا اگه حالا اینو فعلا دقت بکنید به صورت اتوماتیک باشه، بعد براتون توضیح میدم. اینو اگه بزنم اینجا یک شبکه مدل ساخته میشه. اینجا اشتباه شده باشه یه بار دیگه. مش سایز هم دو مرتبه، تعداد لایه ها 3 تا، نمبر اف ریوز من هست 64 تا، این 32 تا، این 64 تا 16000 متر، اینا چقدر؟ 8000 متر. vertical exaggeration و اینو اوکی که بزنم، این شبکه چی میشه؟ ساخته میشه. اگه مثلا برم سراغ environment هم، اینجا maps هم این دقیقا منطقه مثلا مدل منطقه جایلای جایسی که بسیارت DXF ذخیره کردم اینو اوپنش بکنم، این چی میشه؟ اینجا میتونه رویت بشه. کرات اینجا چون UTM نداره، باید حتما بیا چکار کنم؟ اون environment رو دو مرتبه بزنم، اینجا توی environment مختصات environment رو بهش بدم. مختصات شروع من هست مثلا 234 123 y من هستش 36-22 123، بعد این مختصات x2 y2 من هستش 234 تا میشه 242 تا، 123 تاش داره خودش و اینجا هم هست چقدر؟ 36-38 123 تا صفر که داره خودش. بعد x صفر من پس میشه دقیقا چی؟ معادل x این میشه دقیقا. اینو میام کپی میکنم اینجا که این دقیقا x صفر من با همین x با این x با این x برابره. این اگه دقیقا بکنیم، بعد y صفر من با این چیزه برابره، با این یکی برابره. اگه اوکی بزنم چی میشه؟ این منطبق با دقیقا با منطقه من میشه. اگه که مثلا این environment رو بیام اینجا تغییر بدم، مثلا این x2 و y2 رو یکم بیشتر بگیرم، مثلا اینجا 3 تاش بکنم، 1 کیلومتر اضافه تر بشه. اینا مثلا 1 مثلا میکنم 40 تا، اینا میکنم 44 تا،
این چی میشه؟ اینجا در حقیقت منطقه مدل من دیده میشه. اینو میتونم چیکار کنم؟ چرخش هم بهش بدم، مثلا یکم جابجاش بکنم، این چرخش و اینا رو مثلا میتونم بهش بدم. اگه چرخش دادم این زاویه چی میشه؟ تغییر میکنه. این زاویه مثلا یک درجه، مثلا اینو صفرش میکنه، همین گرید باشه. البته این شروع رو میتونیم یکم بیاریم اینورتر بازم. مثلا من میتونم اینو چیکار کنم؟ این 234 بکنم 235 تا. یکم چی میشه؟ شیفت پیدا کنم بیاد اینورتر و 3622 سر جاش باشه. البته بازم نه، اینو دو مرتبه تغییرش بدیم. اینو باید آزمون خطا کنیم. 233 تا و 3622 مثلا 3621. این چی میشه؟ این منطقه مدل ریاضی من میشه. این گوشه‌ای که دقیقاً y 0 و x 0 هست، من میتونم چیکار کنم؟ میتونم جابجاش بکنم. اینو مثلا این y 0 مثلا بکنم 235 تا یا 236 تا. این 3638 هم مثلا بکنم 3630 مثلا 6. این مختصات شروعش میاد این ورده. البته بازم میتونیم اینو با آزمون خطا اینو شیفت بدیم تا جایی که دقیقاً بشه. دقیقاً چی؟ اگه از لحاظ x همون 234 باشه، خوب باشه، این 38 مثلا بکنم 37 تا بهتر میشه بکنم. الان این تقریباً یه نوع دقیقاً طراحی گرید هست توی دقیقاً نرم افزار PMV. اگه بخوام برم دو مرتبه این لایه‌هایی رو که دقیقاً مشخص کردم و براش آبخانه رو براش معرفی کنم، اگه دقت بکنید یه اوپن بزنم اینجا، یه فایل چیز باز کنم، درایو جی، گیگاپدیا، گرانواتر 2 و مثلا اکیپیگوری که بدد با تو صفحه 72 صفحه 40ش هست. صفحه 40ش اگه من بیارم اینجا روتیت بزنم، فرض کنیم مثلا این آبخان بالاییه باشه، اینجا یه لایه آکیتارده، بعد یه صفحه شماره 2 هست اینجا، باز صفحه شماره 3 هست اینجا، سفره تحت فشار است، این سفره هم تحت فشار، این آکیفر آزاده. پس ما دقیقاً این میشه دقیقاً چی؟ آکیفر ما میشه دقیقاً آزاد، آن کنفاین میشه. این کنفاین آن کنفاین ورتیکال چی بشه؟ و این کی زیریه مثلا چی بشه؟ همون آن کنفاین کنفاین بشه که اینا بشه قابل تبدیل به هم باشه. اینو چی دقیقاً؟ اینا استوریج کوفیشن رو برای ضریب ذخیره رو ما چیکار می‌کنیم؟ می‌ذاریم. روش مدلی هم دقیقاً کار می‌کنه، بلاک سنتر هستش. دقیقاً بکنید مدلی که دقیقاً ما اینجا داریم باش کار می‌کنیم، مود فلو چی هستش؟ 96 هستش. اگه مود فلو 2000 رو بزنم ما از امکانات اینترنت استوریج نمیتونیم استفاده بکنیم.